أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا و و ناصرا و دلیل و عینا حتا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویله هدیه پیشگاه مقدس امام زمان ارواح له الفدا و برای ظهور و فرج حضرت صلوات بلند عنایت کن اللهم زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها عمر اون حضرت گرچه کوتاه بود منتهای مراتب درسها و آموزه های زیادی در زندگانی حضرت زهرا هست در عبادت اون حضرت رابطه ای که با خدای متعال داشت در تربیت فرزندان در همسرداری در نوع رابطه ای که با پدر بزرگوارشون پیامبر داشتند در خدمت به خلق و آموزش علم و تبلیغ دین در صبر و استقامت و دفاع از حریم ولایت امیر المؤمنین همه اینها درس و آموزه است که امشب من به بعد تربیت فرزندان از نگاه حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیهم مطالبی رو در این زمینه خدمت شما اشاره می کنم قبل از اون بیان این مقدمه بد نیست که مسئله حقوق بین پدر و فرزند بین مادر و فرزند طرفینی هست یعنی فقط اینطور نیست که فرزندان باید یک حقوقی رو نسبت به پدر و مادر رعایت کنند و اگر رعایت نکردن مشمول حقوق می شوند والدین می شوند نه همونطور که فرزندان حقوق بسیار مهم و اساسی نسبت به پدر و مادر رو باید رعایت کنند پدر و مادر نیز حقوقی هست که باید رعایت کنند و اگر خدایی نکرده اون حقوق رو رعایت نکنن معاخذه میشن بازخواست میشن بنابراین مسئله حقوق حتی بین والدین و فرزندان مسئله طرفینی هست مثلا در روایت داریم که از حق فرزند به گردن والدین این هست که ان یحسن اسمه اسم خوب براش انتخاب بکنه این از حقوق فرزنده اسمی زیبا اسمی که به تمام معنا قشنگ باشه زیبا باشه ویژگی های خاصی یک اسم خوب رو داشته باشه همینجا شما نگاه کنید ببینید اسم که امیر المومنین علیه السلام و حضرت زهرا برای بچه هاشون انتخاب میکردن چقدر زیبا بود حسن حسین زینب ام کلثوم و این اسم از ناحیه آسمان برای این فرزندان گذاشته میشد یعنی دست به دامن آسمان می شدند امیر المومنین علیه السلام در جواب حضرت زهرا فرمودن من از پیامبر خدا پیشی نمی گیرم و پیامبر خدا هم فرمودن من از خدا سبقت نمی گیرم اونگاه آسمان نام حسن را حسن نام حسین را حسین و زینب را زینت پدر نام نهاد ببینید نحوه نامگذاری با چه دقت با چه ظرافت با چه آین زیبایی برگزار میشه ان یحسن اسمه و یحسن ادبه حق فرزند به گردن پدر و مادر این هست که او رو ادب کنند به آداب زیبایی اجتماعی به آداب دینی یحسن ادبه چون مهمترین میراسی که پدران میتونن برای فرزندانشون بگذارن ادبه خیر و ماور رثل ابناء من الابا الادب مضمون روایته بهترین میراث که از پدر و مادر به بچه میرسه ادب ادب از هر ثروتی با ارزش از هر میراثی بهاتره و ان یحسن ادبه و یعلمه القرآن پدر و مادر وظیفه دارن به بچه های خودشون قرآن تعلیم کنن هم قرائت قرآن قرائت زیبا صحیح و بدون غلط قرآن و بعد کم کم مفاهیم قرآن تفسیر قرآن اون با قرآن قصه های قرآن قرآن یه دریاست که اگر پدری هنرمند باشه میتونه در این دریا غواسی کنه گوهرهای بسیار زیبا و قشنگی رو از دل صدف ها و سور قرآنی برای بچه هاش بیان کنه که بچه ها راه و رسم زندگی رو یاد بگیره مثلا شما نگاه کنید به مواعظ لقمان اگر یه پدری واقعا دلسوز فرزندش هست یک مادری دوستدار دختر و پسرش هست همین مواعظ لقمان به عنوان یک نمونه چقدر زیباست یا بنی لا <تصحيح> تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا <تصحيح> انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا مواعظ لقمان سرامد همه مواعظ بسیار بسیار زیباست آدم همین مواعظ رو از دل قرآن آیات کریمه البته در روایات هم مواعظ لقمان آمده و اونچه که توسط اهل بیت علیهم السلام از مواعظ لقمان هم نقل شده بسیار زیباست حق به فرزندان ما به گردن ما این هست که ما این زیبایی ها رو به اونها انتقال بدیم قصه های قرآن حکمت های قرآن سوره اسراء یه بخشی از حکمت های قرآنی رو بیان کرده واقعا بی نظیره. همه ی آیات قرآن قشنگه اما بعضی از آیات قرآن حکمت هاست حکمت های بسیار مهم و ارزشمند و ان یعلمه القران قرآن به او بیاموزد حق فرزند به گردن پدر و مادر آن هست که یعلمه الکتابه کتابه نوشتن یاد او بده سواد یادش بده البته سواد در هر عصر و زمانی یه معنای خاصی داره یک زمان سواد دار شدن یک فرزند به این بود که بتونه بخونه و بنویسه اما الان اینطور نیست مدارج علمی رو در اون حد اعلا اگر میتونه فرزند ما طی کنه و ما امکاناتش رو داریم در اختیارش بگذاریم لازمه در اختیارش بگذاریم دنبال علم بره هم به خودش خدمت کنه هم به جامعهش یک مهندس، یک دکتر، یک کسی که استاد دانشگاه هست هم به خودش خدمت میکنه به وسیله علم و هم به خلق هم به جامعه اگر این علوم علوم ارزشمند نباشه به هر حال این نظم و این زیبایی ها خلق نمیشه در هر صورت البته بعضی از علوم نسبت به بعضی از علوم دیگر شرافت داره شرافت علوم هم به موضوعشه موضوع هر علمی با ارزشتر باشه اون علم ارزشمندتره که حالا موضوع بحث من این نیست و ان, و ان یعلمه الکتابه سواد به او بیاموزد و او رو در مسیر تحصیل علم قرار بده و ان یزوجه اذا بلغ وقتی هم به سن ازدواج میرسه وسائل ازدواج رو برای او فراهم کنه که او بتونه ازدواج کنه این از حقوق حقوقیه که وقتی میگیم حق یعنی روز قیامت انسان بازخواست میشه وقتی مسئله حق مطرح شد یعنی یک موقفی هست در قیامت به نام موقف حقوق و اونجا خدای متعال از اون حق سوال میکنه که فرزند شما به سن ازدواج رسید شما چه تکاپویی چه تلاشی برای ازدواج او کردید مسئله ازدواج واقعا امروزه تو جامعه ما تبدیل به یک معزل شده سن ازدواج میانگین سن ازدواج سال به سال داره بالا میره و واقعا به طرف یک فاجعه داریم میریم اگر این روند ادامه پیدا کنه میانگین سن ازدواج دختر دخترهای ما به بیش از 25 سال رسیده و در پسرها هم که متجاوزه از 32 ساله و واقعا این نشون از یک فاجعه داره اگر کسی دقت کنه آسیب شناسی بکنه میبینه معزل بسیار بسیار بزرگیه و مشکل هم اینجاست که این مشکل رو خودمون با دست خودمون خلق کردیم خیلی از جوانهای ما چه دختر چه پسر خیلی توقعی ندارن خیلی توقعاتشون بالا نیست این خانواده ها هستند که دامن میزنن به این مباحث و مسئله رو سخت میکنن اگر ما واقعا محب فاطمه هستیم اگر واقعا دل داده هستیم نسبت به حضرت زهرا و امیر و اهل بیت نگاه کنیم ببینیم ازدواج حضرت زهرا چه جور بود چقدر با سادگی برگزار شد مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها رو چرا بر بچه های خودمون نگذاریم اگر شما هزار سکه طلا مهریه دختر خودتون قرار میدین آیا فکر و تصور ما این هست که به وسیله این هزار سکه اینها خوشبخت میشن یا اینکه یک زمانت اجرایی داریم میگیریم برای اینکه این جوون متعهد باشه متخلق به اخلاق باشه بچه ما رو دوست داشته باشه آیا واقعا اینطوره فقط یک سوال از شما میپرسم اگر اینطور هست یک سری برید دادگاه خانواده افرادی که به هر حال با هم تفاهم اخلاقی نداشتن و تصمیم گرفتن از هم جدا بشن سوال کنید ببینید آیا اونها چقدر مهریهشون بوده آیا هیچ مردی به خاطر اینکه مهریه زنش کم هست او رو طلاق داده و آیا هیچ مردی به خاطر اینکه مهریه زنش زیاد هست باهاش زندگی کرده نه واقعیت غیر از اینها هست این از یک طرف مهریه های سنگین که سر به فلک گذاشته و واقعا جوان ها رو فراری کرده فرار میکنن جوان ها از ازدواج به خاطر این مهریه های سنگین 700 سکه دست کم 500 سکه 400 سکه اینا که دیگه بسیار موارد معتدل و خوبش هست بالاتر از هزار سکه هم گاهی مهریه دختران خودشون قرار میدن خب جوان فکر میکنه اگر آمدیم و یک روزی دیدیم ما به درد هم نمیخوریم بخوایم جدا بشیم من هزار سکه طلا چجور میتونم تهیه کنم اگر هم بنا هر ماه یک سکه بدم و نتونم چند سال باید تو زندان باشم گاهی وقتی انسان محاسبه میکنه میبینه شخصی که یه همچین مهریه سنگینی بریده 150 سال باید زندان باشه 100 سال باید زندان باشه آخه این با چه منطقی با چه عقلی قابل بررسی و قابل هضم هست این مهریه های سنگین برای بچه های ما خوشبختی نمیاره این یه پدیده یه جدیدی هست که چشم همچشمی باعث اون شده بیایید لاعقل ما که دل داده ایم ما که ادعای محبت داریم و الله این محبت هست بیایید این صد رو بشکنیم مهریه بچه های خودمون رو مهر و سنه حضرت زهرا سلام الله قرار بدیم که تمام اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مهریه دختراشون مهر سنه بوده 500 سکه نقره بوده که الان اگر خیلی هم زیاد بخوایم حساب بکنیم از دو میلیون تومن بیشتر نیست این از یک طرف از طرف دیگر اون جهیزیه های سنگین که باز هم چشم و هم چشمی ها، باز هم دخالت بعضی بستگان تو این مسئله کار رو سنگین میکنه جوونی که تازه میخواد وارد عرصه کار و زندگی بشه طبیعی هست که دستش خالیه توانایی این رو نداره که به هر حال یک زندگی مرفهی برای همسر خودش فراهم کنه و لذا باید توقعات کم باش پدر دختر واقعا توانایی این رو نداره که مخصوصا اگر سه چهار تا دختر داشته باشه توانایی اون رو نداره که برای هر کدوم از دخترهاش 20 میلیون، 30 میلیون، گاهی 40 میلیون هزینه یک جهیزیه بکنه. سوال من اینجاست که حالا اگر به جای یک فرش 700 شونه درجه یک یه فرش معمولی زیر پای این عروس و داماد باشه به جای مبلمان 4-5 میلیون تومنی یک مبلمان بسیار ساده یا حتی اگر مبلمان هم نباشه بعدها در ادامه زندگی اینها خدای متعال برکت بشون میده و خودشون تمام نواقص رو برطرف میکنن چرا این همه سختگیری چرا این همه دقتهای های بی بیجا نتیجهش هم این میشه که ما میبینیم جوانها ها رقبتشون نسبت به مسئله ازدواج کم میشه و در درون این مسئله یک دنیا مصیبت که جای باز کردن این مسئله دیگه بیش از این اینجا نیست امام رضا علیه السلام تو قالب مثال حرف و بیان کرده من هم همون سخن امام رضا رو میگم نه کمتر نه بیشتر اینجا جایی نیست که من روزنامه ی حوادث برای شما بخونم و مطالب و مسائلی که به هر حال کم و بیش شما میبینید میشنوید تو جامعه داره اتفاق میفته و هر روز مقابل دید ما هست اما امام رضا علیه السلام فرمود دختران شما فرزندان شما مانند میوه هستند که به درخت هستند یه وقتی وقت چیدن آنهاست. وقتی هست که آنها میرسند. و وقت جدا شدنش هست اونها رو باید از درخت جدا کرد و الا فساد به وجود میاد و الا اون میوه فاسد میشه ببینید امام رضا علیه السلام همه یه حرف رو تو همین مثال گویا و زیبا بیان کردند بنابراین این از هر دو طرف باید توقع های مقدار کمتر باشه برای اینکه این مسئله اتفاق بیفته نکته سومی که اینجا هست این رو هم بگم برای شما عزیزان قرآن کریم مسئله ازدواج رو ابتدا مسئولیت بزرگترها میدونه و بعد نوبت به جوانها میرسه آیه قرآن اینه و ان که حل ایاما منكم من کم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله علیم قرآن کریم میفرماید که به ازدواج درآورید بچه‌های خودتون رو انکهو به این معنا نیست که یه جوان برو ازدواج کن جوان‌ها ها خیلی دوست دارن ازدواج کنن از این مسئله تنفری ندارن اما مشکلات موانعی سر راه هست قرآن کریم میفرماید به ازدواج درآورید پس بنابر این خطاب به بزرگان جامعه است خطاب در درجه اول به دولت مردان است به حاکمان است و بعد از اون خطاب به ریش سفیدان خطاب به بزرگترهاست شخصیت های خانواده که اونها باید پادرمیانی کنند اونها بیان باید دامن بزنن به این بحث و مشکلات و موانع رو برطرف بکنن شاید شما تو مجلسی باشید که مجلس خواستگاری هست و بر کلام شما ارزش قائلا اگر میبینید مهریه مهریه سنگینیه اگر میبینید جهیزیه ای که میخوان به هر حال بیان بکنن جهیزیه سنگینی هست چقدر سزاواره چقدر بجاست که انسان بیاد و این حقایق و مسائل رو بازگو کنه تا این صد شکسته بشه ببینید وقتی که دختر همسایه س... مهریه اون 700 سکه طلا بود دختر من هم توقع داره که مهریه او هم کمتر از 700 سکه نباشه و همینطور مسئله رشد پیدا میکنه میره تا تاریخ تولد دختر خانم من چی کم دارم از دختر خالم که مهریه او سکه به سال تولدش بوده و من اینطور نباشه حالا که بعضی ها به سال میلادی هم حساب میکنن و واقعا اینها فاجعه است بنابراین همه ما مسئولیم در روایت داره و ان یزوجه اذا بلغ وقتی به سن ازدواج میرسه حق اوست پدر و مادر باید کمک کنن فامیل باید زیر بغلاش رو بگیرن کمک کنن و این مسئله و این کانون مقدس که در عالم کانونی مقدس تر از خانواده نیست شکل بگیره و در سایه اون این دختر و پسر به سعادت برسن مسئله ازدواج فقط مسئله ارزای جنسی که نیست اون یک مسئله جانبی هست از اون مهمتر مسئله تکامل شخصیت مسئله این هست که هر کدام از این دختر و پسر آقا و خانم بدون همدیگه نمیتونن این مسیر رو طی کنن و لذاست که در روایت داریم نماز درکت نمازی که این شخص متعهل میخونه سوابش هفتاد برابر اون نمازی هست که جوان عذب میخونه علتش هم اینه که در روایات هم بیان شده نماز متعهل زمانت اجرایی داره برخلاف نماز شخص مجرد من تزوجه فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی نصف الاخر به همین مقدار اکتفا میکنم و الا این بحث بحث دامنداری هست واقعا در جامعه ما آسیب های متعددی پیدا کرده مسئله ازدواج که کار رو بر بچه های ما سخت کرده اما یکی از حقوقه که بزرگترها باید بهش توجه داشته باشند بنابراین این حقوق امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق میفرمایند و اما حق و ولدک حق فرزند تو به گردن تو این هست ان تعلم انه که و مضاف الیک فی عاجل دنیا و عاجله فی خیرهی و شره اولین نکته ای که تو باید درباره فرزندانت بدانی اینه که فرزندان تو ادامه وجود تو هستند پاره تن تو هستند اگر خوب باشن یا بد شخصیتی سایه ای از وجود تو هستند در دنیا و آخرت به تو ملحق میشن نشون میده که واقعا پدر و مادر میتونن نقش مؤثری در تربیت مثبت یا خدایی نکرده تربیت منفی فرزندان داشته باشن که حضرت میفرماید اصلا ادامه وجود توست منکه و مضافون الک از توست روز قیامت هم به تو ملحق میشه اینطور نیست که پدر بگه من هستم و اعمالم و فرزندم دیگه شخصیت مستقلی هست نه تربیت نقش بسیار بسیار مهم می داره در این زمینه منطقه این مراتب اصول و روشهایی برای اصل موضوع تربیت هست که توجه به اونها به ما کمک میکنه مخصوصا اگر نگاه کنیم به زندگانی امیر و حضرت زهرا برای الگو گرفتن اولین اصل که باید به اون توجه کرد اصل محبت و ابراز محبت هرچه انسان بیشتر محبت کنه به بچه ها شخصیت اونها بهتر شکل میگیره شخصیت اونها بیشتر تکامل پیدا میکنه ابراز محبت خیلی مهمه در روایت داریم که وقتی که پدری مادری فرزند خودش رو میبوسه در برای او حسنه ای نویسند. و درجه ای او رو در بهشت بالا میبرند پیغمبر خدا فرمود درجه ای که فاصله اون 500 سال راه هست با یک بوسه از سر محبت که پدر و مادر به فرزندان خودشون میزنند چنین مقامی خدا به اونها میده این محبت اگر خدایی نکرده فرزند ما از لحاظ محبت سیر نشد یعنی خانه به گونه ای بود پدر و مادر خدایی نکرده مشاجرات مباحثی بین اونها بود که نتوانستند بچه را از لحاظ محبت ارضا کنند محبتی که قضای روح این فرزند خردسال هست در آینده آثار و آسیبهاش آشکار میشه یعنی این بچه نمیتونه تصمیم گیری درستی داشته باشه همیشه در جامعه عقده حقارت داره در تصمیم گیری دچار مشکل میشه و از همه مهمتر بچه ای که محبت نچشیده هیچ وقت در بزرگسالی نمیتونه خودش محبت کنه به همسرش محبت کنه به بچه هاش محبت کنه طعم شیرین محبت رو نچشیده تا اینکه اون شیرینی محبت رو به دیگران بچشان تواناییشو نداره ضعیفه در تمام مسائل اعتماد به نفس هیچ وقت نداره چون محبت غذای روحشه و به اون نرسیده بنابراین اولین اصل اصل محبت است شما نگاه کنید پیغمبر چقدر امام حسن امام حسین رو دوست داشت و اونها رو در آغوش خودش میگرفت چه محبتی به اونها میکرد اصل دوم اصل تکریم شخصیت با کرامت داشتن با کرامت دانستن شخصیت فرزندان به این معنا که اگر هم یه وقتی اشتباه کرد نباید مستقیم به او اشتباهش رو تذکر بدیم بهترین شیوه تذکر میگن تذکر غیر مستقیم هست یعنی اگر میبینی فرزند شما یک راهی رو غلط میره یه مسیری رو اشتباه میره باید در قالب یک داستان در قالب یک حکایت مطلب رو براش بگی اگر خدایی نکرده زیاد مورد سرزنش قرار بگیره مورد تحقیر قرار بگیره شخصیتش خورد میشه دانشمندان علوم روانشناسی میگن انسان تا سن هفت سالگی شخصیتش شکل میگیره یعنی از خرد سالی تا هفت سالگی که اتفاقا مهمترین دوران تربیت هم همین سنینه و متاسفانه خیلی از اوقات در بین خیلی از ما این دوران مورد غفلت قرار میگیره دوران خرد سالگی در تربیت فرزندان از بیشترین اهمیت برخوردار اگر کسی فکر میکنه که تربیت رو باید بعد از هفت سالگی بعد از ده سالگی آغاز کنه قطعا اشتباه کرده روایات ما میگه نه از وقتی که به دنیا میاد باید توجه بسیار فراوانی به مسئله تربیت او داشت چرا در آموزه های دینی به ما دستور دادن بچهی که به دنیا میاد شما در گوشش ازان بگید این ازان اولین چیزی باشه که به گوشش میرسه چون در شکلگیری شخصیت او نقش داره یکی از اساتید ما میفرمودن در بغداد یک مسیحی بود میگفت ایشون آمده بود کربلا با هم صحبت میکردیم یک مسیحی کشیشی بود اهل بغداد و آمده بود کربلا و اتفاقا با هم صحبت میکردیم و تمایل زیادی به اسلام داشت میگفت من ازان رو خیلی دوست دارم ازان شیعه رو استاد ما میفرمودن که من خیلی با او صحبت کردم و گفتم علتش رو میدونی چیه گفت من علتش رو بررسی کردم سوال کردم از فامیل های خودم از پدر و مادر بعد از مدت ها که من علاقه داشتم به اذان مسلمان ها مادرم یک روزی به من گفت وقتی تو به دنیا آمدی ما تو رو میخواستیم ببریم کلیسا کلیسا بسته بود رفتیم دنبال کشیش کشیش رو پیدا نکردیم آخر گفتیم اشکالی نداره این بچه رو میبریم پیش عالم مسلمانی که تو محلمون هست که در گوش او اذان و اقامه بگه بعد به این نتیجه رسیدم که من در سنین خردسالی بلکه در چند روزگی تازه از مادر متولد شده بودم صدای اذان رو شنیدم به همین جهت من تا الان اذان رو دوست دارم احساس تعلق میکنم نسبت به مسئله اذان اینطور هست یعنی از همون روز اول گیرایی داره فرزند و تمام مسائل رو خوب درک میکنه از همون جا هم باید مسئله تربیت رو آغاز کرد شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها لالایی که برای حسن میخوند یا شعرهایی که برای امام حسن و امام حسین میخوند و به وسیله اون شعرها گاهی بازی میداد حسن و حسین رو چه شعرهاییه چه مفاهیم بلند و ارزشمندی رو داره به بچه ها تلقین میکنه و ما چه لالایی هایی برای بچه هامون میخونیم آیا لالایی هایی که ما میگیم قصه های شبی که میگیم بار مثبت داره بار دینی بار اخلاقی بار مفاهیم ارزشمند توش هست یا نه همین یه لالایی رو میگم برای شما و سعی کنم عرایزم رو جمع کنم حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که در آغوش میگرفت حسنش رو با او بازی میکرد یا او رو میخواست به اینطور میفرمودن اش به ابا یا حسن و عن الحق رسن و عبد الهن ظلمنن ولا توال الاهن پسرم حسن جان شبیه بابات امیر المؤمنین باش از همون سنین خردسالی داره الگو سازی میکنه بیبی که اگر میخوای یه شخصیتی رو الگوی زندگی خودت قرار بدی حسن جان بهترین الگو پدرت علی است در شجاعتش در عبادتش در علم و دانشش در تقواش شبیه بابات امیر المؤمنین باش اشبه ابا کیا حسن ودفع عن الحق الرسن فرزندم میوه دلم حسن جانم دشمنان دین به پای دین به دست دین تنابی بستن که این تناب رو تو باید باز کنی تو باید حق و حقیقت رو به مردم بیان بکنی یه روزی میرسه که بیان حق تنها از زبان تو صادر می شود تو باید معاویه رو به مردم معرفی کنی تو باید اون صلح نامه رو اونطور امضا کنی اونطور تدوین کنی که مردم خودشون بفهمن معاویه چه جور سومه فسادی هست ودفع عن الحق الرسن وعبد الهن ظلمنن پسرم من و تو تو دنیا آمدیم برای بندگی فلسفه آفرینش ما بندگی است حالا شما تصور کنید این شعر و این دو بیتی که حضرت زهرا سلام الله علیها میخونه صد بار هزار بار برای امام حسن تکرار میشه و تکرار این ابیات چقدر مؤثر با اینکه ما باورمون اینه امام حسن و امام حسین مستقنی از این هستن که نیازی به تربیت داشته باشن اونا تربیت شده خدا هستن خدا اونها رو با دست عظمت و قدرت خودش آفریده اما باز هم نقش تربیت مادر رو میرسونه وعبد الهن ظلمنن خدایی که این همه به ما نعمت داده او رو بندگی کن ولا تو والد الاهن اگرم میخوای طرح دوستی و رفاقت با کسی بریزی با آدمای پست و فرومای طرح دوستی نریز ولایت و دوستی تو باید نسبت به کسانی باشه که ارزش دوستی داشته باشند ببینید چقدر زیبا حضرت زهرا سلام الله علیها مطالب اخلاقی و الگو سازی رو در قالب شعر به فرزندانشون یاد میده و این قصه سر دراز دارد مسئله تربیتی در نظام خانوادگی امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها ابعاد گسترده ای داره که الله در جلسه بعد این بحث رو ادامه میدیم و به نمونه ها و مصادیق دیگری از اون به یاری خدا اشاره می کنیم اگر شما می بینید امام مجتبا علیه السلام در برابر معاویه می ایسته سید و شهدا علیه السلام با اون سلابت با اون شجاعت در برابر فرعون زمان خودش یزید ایستادگی میکنه کنه جمله می ای سید و شهده که بیانگر بخشی از حقایقی است که موضوع بحث امشب من هست یعب الله ذالک لنا و رسوله وقتی اصرار کردن به امام حسین که شما بیعت کنید با یزید و بیعت با یزید به نفع شماست مشکلات رو از بین خواهد برد جان به سلامت به درخواهید خواهید برد سید الشهدا جمله ای گفت بسیار دقیق یعب الله ذالک لنا و رسوله و حجور طابت و طهرت خدای متعال بر ما این رو نمیپسندد پیامبر خدا همینطور مؤمنین همینطور و حجور طابت یعنی من در دامان پاکی تربیت شدم مادری مانند زهرای اطهر سلام الله علیها من رو تربیت کرده که اون دامان پاک نمی پسندد من دست در دست شرابخور سگبازی مانند یزید بگذارم اهمیت خانواده رو ببینید اهمیت مادر و تربیت مادر رو ملاحظه کنید یعب الله دالک لنا و رسول اگر میبینید دخترش زینب کبرا سلام الله علیها در برابر تاغوت های زمان اونطور ایستادگی میکنه اونطور سخنرانی میکنه از کجا یاد گرفته زینب زینب کسی است که در سن چهار سالگی کنار مادر بود وقتی مادر خطبه میخوند و منافقان زمان خودش رو برای مردم معرفی میکرد یکی از راویان خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها زینب کبراست زینب راوی خطبه مادره خطبه مفصلی که حضرت تو مسجد خونده و از اونجا آموختن چگونه از حریم دین دفاع کنند، از حریم حجت خدا و امام زمانشون دفاع کنند، اینها درسهای مکتب فاطمه است وقتی که عبیدالله الله ابن زیاد رو کرد به زیدم و گفت کیفر ایتی سن الله به اخی کل حسین دیدی خدا با شما چه کرد دیدید که خدا دیدید که خدای متعال چگونه شما رو شکست داد زینب کبران چی جواب داد ما رأیتو الا جمیلا تنها دامان پاک فاطمه و دستهای با کفایت علی است که میتواند چنین زینبی به دنیا تقدیم کند ما رأیت الا جمیلا من بجز زیبایی ندیدم ها قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم و الله بينك وبينهم فتحاج و تخاصم فانظر لمن الفلج يوم اذن یبن مرجانه صبر کن تا صبح دولتش بدمد صبر کن روز قیامت برسه اون وقت ببینیم حق با کی بوده اینها کسانی بودند که به سوی شهادت رفتند نگو خدا اونها رو کش خدا جان می ستاند اما شما بودید که برادرم حسین رو اصحاب با یا حسین رو یکی پس از دیگری با لب تشنه شهید کرد زینب کبرا چه استادگی کرد چه صبری داشت که در اون جریان وقتی که اون عالم خدمت امام زمان میرسد سوال میکنه یبن رسول الله شما میفرمایید من صبح و شام گریه می کنم لعندوبن نک صباحا و مساعا صبح و شام ندبه می کنم و به جای عشق بر مسائب شما خون گریه می کنم رسول الله اون چه مصیبتی است آن کدام مصیبت است آیا مصیبت عموی بزرگوارتون ابوالفضل العباس حضرت فرمودن که لوکان حاضرن لبکا اگر او بود او هم گریه میکرد کرد گفتن مصیبت علی اکبر اولین شهید از نسل بنی هاشم است فرمودن که لوکان حاضرن لبکا اگر علی اکبرم زنده بود بر اون مصیبت اشک می ریخت و گریه میکرد کرد سؤال کردن بعد پرسید یبن رسول الله اون کدام مصیبت است که بر دل شما حجت خدا از هر مصیبتی سختتر و سنگین تر است امام زمان فرمودن ابکی سبی عمتی زینم من بر مصائب عمه مظلومه زینب گریه می کنم اهل بیت فرمودن القتل لنا عاده و کرامتنا من الله شهاده کشته شدن در میدان رزم برای اهل بیت عادی بود افتخار آنها این بود که با شمشیر دشمنان پلید از دنیا میرن و شهید میشن اما اینکه مردم بنشینند نگاه به این کاروان اسرا بکنن ای برای اهل بیت بسیار سخت بود زینب کبرا لباس اسیری بپوشه کار به جایی رسید که زینب کبرا به اون شخص فرمودن پولی بدهید به, این س... به, کس... به, کسانی که سر رو بر نیزه گذاشتن به یک طرف برند لقد خزینا من کثرت نظر الینا اینقدر نامحرم ها به چهره بچه های رسول الله نگاه نکنن صبر عجیب داشت زینب در طول این مسیر گریه نکرد خیلی جاها باید گریه می کرد به حسب ظاهر اما گریه ها رو گذاشت بعد از سفر وقتی برمیگرده گرده کربلا کنار اون قبر کنار اون اجساد پاک و متحر اما تو این مسیر مدام مراقب بچه ها بود الگوی صبره ولی یک جا صبر زینب تمام شد اون وقتی که داشت خطبه می در کوفه مردم همه دارن زجه میزنن که ان امیر المؤمنین زنده شده صدا صدای امیر المؤمنین فصاحت و بلاغت فساحت مولاز یه وقت متوجه شدن اگر زینب همینطور خود به بخاند تمام کوفه شورش میشه عبید الله گفت من میدونم زینب علاقه زیادی به حسین داره سر بریده ابی عبدالله رو براش ببرید سر رو آوردن یه وقت زینب متوجه شد مردم دارن به یک سو با دست اشاره میکنن هنوز غروب نگشته چرا هلال دمیده هلال را سر نی وقت ظهر که دیده برگشت زینب نگاه کردید سر بریده برادرش حسین صدا زد حسین جان برادر جان همه مسائب رو شنیده بودم پدرم رسول الله گفته بود پدرم علی گفته بود مادرم زهرا همه گفته بودن اما باور نمی کردم یه روزی سر بریده از رو بالای نیزه ببین رو کرد به اون سر بریده حسین جان از سر تو خون جاری باشه اما سر زینب به سلامت باشه وقتی کجاوه رو حرکت دادن راوی میگه دیدم خون تازه از زیر کجاوه زینب فنطخت رأسها به مقدم المحمل علا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك وندعوك ونتقرب إليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 یا الله یا الله یا حمید و به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین خدا یا ظهور و فرج امام زمان نزدیک بگرد قلب متحرش از ما راضی و خوشنود بدار، شیعیان مظلوم شیعیان گرفتار هر کجای عالم هستند مخصوصاً شیعیان بحرین از ساع نجات عنایت بفرم.